همتنهای عزیز سلام، امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین و لباس عافیت برتن داشته باشین. باز هم خوش آمدین به برنامه کومن خانی، برنامه خودتان برای خودتان. بله همتنهای عزیز سلام، امید که در هر گوشه و کنار دنیا باشین جور و صحت مند و سر حال باشین. و ما و نورگل جان و هورا جان امروز در خدمتتان هستیم و ما به عیسی چی میگن امروز که برای توپ استاد میباشه در فوتبال؟ گل پیکر. ما به صفت گل پیکر هستیم. دوستا سلام برسه، امید که جور باشین، سلامت باشین و لباس های عافیت باز یاد شد ماشاءالله، لباس عافیت برتن داشته باشین. در خدمتتان هستیم چند دقیقه، اما شما درد دل میکنین، کامنت هایی که روان کردین، کامنت هایی تانا میخوانیم، سوالاتی که کردین جواب میدین، دیگه هستیم و شما یک جور دیگه. پیش از این که بحثا را شروع کنیم و دیگه کنیم، از طرف هورا جان میریم شروع میکنه یک برنامه را انتخاب کو، بخیر کامنت هاشم میخوانیم. بازم اول شروع میکنم، بعد از کامنت خانی که کردیم این بار کمک با ترافیک های روی جاده ها. سلامت باشین، تشکر که میخواین کمک کنین وطنای عزیز ما را. زنده باشین، سلامت باشین. حنیف قاسمی گفته چوی استاده ای دست افتاده گیر، تشکر از خواهرای خوب ما از سیدنی استرالیا و همچنین تشکر از نورگل جان و لطیف جان. سلامت باشن، زنده باشن. واقعیت که این خواهرای ما با احساس بودن، خواهرای وطن دوست از سیدنی استرالیا که پول روان کردن، گفتن برای ترافیکا کمک کنین، چون کسایی هستن که بسیار ما پیش از یک قرن پیش هم ماش نگرفتن، در قرن جدید هم بیا ماش نگرفتن که هیچ دیگه ماش چیزی درک نبود. و خود خداوند خیرتان و تخواهر عزیز و تشکر میکنیم از برادر ما. سلامت باشن. مولوده سخیزاده فنس، هموطنان عزیز سلام، امید که در هر گوشه و کنار دنیا که باشید جور و صحت و سرحال باشید با امید یک ساله سر تا سری. الهی امید. امید. باش تو ای جالبی شیج است که همی فنس خواب هوادارانو شست نیم؟ بله مثل فن... خودش گب زده می؟ یم سلام علیکی خودش واری کرده مسیجایش مثلا مثل فن... خودش واری فن... کپی کرده اما قسم یک چیزه اصلا فن پیچه های مولود جان است، فن پیچه های هورا جان است، نورگل جان نه برای ما کسی جان، ما را کسی خوش نداره. خیلی هم بطره از یک دانه نورگل فنس جور کنه با خود یک قلبی. من مطمئن هستم نورگل فنس جور کنه، نورگل فنس تو لایک ها بگیره، یه رقم کومنت ها بگیره، لایک کنش، لایک های آفرین، لایک های چپک، نه لایک. خب پیشتر میخوانی؟ نه بخوانم، نه من نمیخوانم، من از گپ میزنم پیشتر. مولوده جان گفت که در فوتبال که میباشن من به ایسی چیستم، بعضی کسا کسی نه که دو سه نفر توپ بازی میکنه با یک شادی میدان میباشه، دیدی را؟ نه دنبال توپ میره، ایسی میده و اوسی میده و تا که توپ اکا گرفت بازو دیگهش میده و گل پیکر نبودی. خب باش خیلی من کومنت بخوانم اگر شیش گل کیپر. چی؟ گل کیپر. ما چه نه خوان بگده در بازی کیپر. نه گل کیپر. خب دوستان ما رفتیم در گاروشی، در گاروشی مولاتی جان رفتیم، خوش بگذره، خداحافظ. بخاطری که همین کومنت ها میشه کام تا کومنت های خوب داده باشه. شهر خوبان گفتن نورگل جان و لطیف جان واقعا خوشحالیم که شما دو نفر را خوشحال میبینم. نورگل عزیز معلوم که لطیف جان را خیلی دوست داره و از خوشحالی لطیف عزیز لذت میبره. آفرین به دوستی و همکاری برادری این دو عزیز نورگل جان و لطیف جان. باز استیکرک ها و قلبک و چطورک های چطورک های سلامت باشین، زنده باشین. ما هم همکاره خدا مثل برادر و خواهر دوست داریم و لطیف جان دیگه آلو جام نیزه پشت کمره که هم پسید کدگی هست که جایش در طاق و بالاست، بخاطره که ما و لطیف جان دیگه در کابل هیچ کسه نداریم. او مرا بعض وقتا دلداری میتم، او را دلداری میتم، نگه هستی اون تو زندگی مایش دیگه، مایش ما نه گفتم نه ما تمام کسایی که در کابل فنس هم مثل خواهر برادر دوست شان داریم. نه مثلا هم فامیل هم که باشه با یکی مثلا دو خوار یا دو برادر یا مادر که دختر خود یا بچه که مادر باز یک زندگی یک روابط خاص میداشته باشن، روابط دوستانه میداشته باشن. امید که گپای من گرفته باشی. نه گرفتم، گرفتم نه اون دستان دیگه دوستا سویتیش میانی. مرزا محبی گفته خیلی خوش شدم که این شادی خدا را شکر که هنوز هم مردم این قسم خوشی خود را جشن میگیرم به امید روزهای بهتر در کشور عزیز ما. آمین آمین فعلا هم چیزایی که سابق به طور غمخانه است، باز هم یک بهانه پیدا میکنیم به خاطر خوشی خود یک چند لحظه لبخند بزنیم. مدنی خوشی موشی نیست وقت. رضا گفته ما منتظر عروسی لطیف جان و هورا جان هستیم، با سه تا قلب داده
هنوز زود است، هنوز زود است. انشالله دیگه چی قرار اخصا کنیم او... یک دفعه یار سیده خاک بادک میکنیم. خب سارا گفته الهی که همیشه حالتون را خوش باش عزیزان کابل فنس، قلبک یک دعا. نصرت الله محمدی گفته زنده باد نورگل عزیز و لطیف عزیز، زنده باد انسانیت، زنده باد کابل فنس، گل هستین، گل همیشه موفق و سربلند باشید. باز قلبک و دعا و بیرق افغانستان. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باد خودتان. سلامت باشید. شادخت غمگین. شادخت غمگین چه گفته؟ خیلی برنامه یالی نورگل جان، لطیف جان، برادر نازم، همیشه در پناه الله پاک باشین، سلامت باشین. انشالله روزی برای شما شادخت از غمگینی هم برین. شادخت شاد بانیم. شادخت شاد بانیم. شادخت شاد بانیم. چطور؟ بله، خدا مهربان است. یک دو کسایی که باش که آل نصیحت کنه فورا جان، هم تو بگان دفعه اق و ناق و غمگین میسازن، چود میزنن، فکر میکنن، فایده نداره. باید چین کنن نام خدا جگر خونی نکنین، گلون تا نمیگیره، دپریشن پیدا میکنین. قرار چی؟ دپریشن همه تو میگیره با ملا هم آزام بله این گلون مرا مگرفته خیلی من دپریشن پیدا که من دپریس شدیم بخیر. چرا؟ خب از یه حوالا از چهار طرف میرسه آدم داغ دیده است، همی حال کل مردم داغ دیده است دیگه. یک گوشه ما یک گوشه از یک گوشه نه که دوستا مثلا یک کسا شاید نمی باشه دیگه نمی باشه، ولی ما میبینیم دیگه میکنیم با تمام وجود همین تمام درد و رنج حس میکنیم. یک چند لحظه که لبخند میزنیم و مثل شعر لالا ارشاد است، عشق بر چشمان من توفان غم دارد، هنوز خنده بر لب دارم تا کس نداند راز من. از شما میشنیم چند کنیم در اتاق مجردی، برنامه اتاق مجردی که مهمان بودی؟ مهمان نه، مهمان کس دیگه بود، مهمان ربانی بود. لالا ربانی ما بود که یک برادر ما سلیم، سلیم جان گفته لطیف لالا لاغر شدی فکرت باشه. باز اسمت حیدری گفته لطیف جان نگفتی همین تربوستون دستشین بود یا نه؟ آفاق سلامت باشده ازیزان. همیشه یاد او یاد میگرنه دستشین بود، البته یاد نکده بودم اونجا. من یک ذره گلوم در دستم جغ جغ که گب میزنم پسان که آرام میشونم سرم هم بخی درد میگیرم. خیره مشکل نیست. خب برو منتظر هستین اگر سیل داریم. باش تو که من چی رو بخوانم. نصرت الله گفتم نوش جانتون هموطنان ما از شما امید خیلی دارم، برنامه های جالب شما لبخند. فکر کنم این نصرت الله برادر ما یک ذره فارسی ضعیف است، البته شاید انگلیسی زیاد کار کرده. میگه نوش جانتون هموطن ما از شما امید خیلی دارم. فارسی نوشته کرده، خلیل نوشته کرده. خیلی برنامه های جالب شما لبخنده ما هموطنان هم از برنامه جالب شما لبخنده ما است. خب منظور چه گرفتین دیگه یا نه تشریح بتونم؟ نه گرفتین. من اومدم چی را خوند؟ عبدالخالق گفتن نورگل جان، لطیف جان همیشه کامیاب باشین، خداوند متعال عمر طولانی نصیب بودتون کنه، همیشه خوش و خندان باشین. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین، انشاءالله شما هم جور سلامت باشین. میخوانی؟ بخوان. زیاد روانم کده این نفر، خیلی هم تو کوین باران کده. گفته سلام علیک چیگپا، یک سوال جناب ربانی سیب گفته خب پودری نیست؟ نه بسیار عمو تو خیلی بشیمه معلوم میشه، صدای تلویزیون را تا آخر بلند کردم گپ ربانی سیب را نفهمیدم. ربانی جان اونم تا عادت شد بسیار آرام گپ میزنه. چه خم گپ میزنه یک دفعه بگو. ربانی چیکه دیش؟ آن تو استگام میگم. همون تو خوب. از بس که دفتر ماما چرتو میگیرم و بیچاره مجبور از آرام باشه. باز همیشه مصروف کار خود است سورا جان. بله. ندا صالحی گفته در برنامه ما و لطیف جان رفتیم.
گوسفند حلال کرده بودیم رفت بودیم تقسیم کنیم خوب کرده خیلی ببینید اونجا باشیم گفته خداوند جل جلاله قبول کرد انشالله به آبروی پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیتش یک سال و خوبی و خوشی آرامی در وطن عزیز ما بیاید خداوند نورگل جان و لطیف جان را حفظ کند سلامت باشین و خیر باشین خداوند یک سال و آرامی را بیاره که دیگه وقت خسته شدیم صلح آرامی خواب است و خیال است و جنون چرا؟ نمیفهم من امید شدیم نه خدا نکنه وجیه صافی گفته خداوند متعال جل جلال بر شما هم خیر نصیب کند انشالله تعالی که کمک را میرسانید دارای در این کار کارهای خیر سهیم هستین زنده و موفق باشید تمام تیم کابل فنز دو دعا دو خانه خدا چار بیره زنده باشن خیر ببینید دبر خیر باشن وجیه خدا باشه خب یک تمام میخونم اگه تو که دری نفس گیرم نشد خیلی خوب است دستی نزید در برنامه تعالی که ما خودت بودیم نه از میوند جان که بود بله بله یک نفر به نام ایچ ایچ از دیگه نامش نمیفهمم که برادر از خواهر است گفته دلم پشت برنامه دوگانگی لطیف جان و هورا جان تنگ شده کاش که در آینده یک جای زیاد برنامه بسازه بخیر منتظر برنامه دوگانگی باشه احمد حسین علی میفهمی چی گفته؟ نمیفهمی خانم؟ انشالله که صح و آرامش به وطن و افغانستان میآید ولی یک دولت خوب انسانهای خوب بیاید که همه مردم افغانستان آزادانه زندگی کرد انشالله سه بیرق افغانستان وقت یک چیز است سراجال که تمام مردم افغانستان آرزوشان فقط یک صلح هست یک آرامیز و بدون از اینکه دیگه جنگ باشه جدل باشه خونریزی باشه تمام کسایی که در خارج هستن شاید یک جای آرام و سود زندگی میکنن ولی قلبشان به خاطر افغانستان به خاطر مردم افغانستان به خاطر صلح میتپد لطیف جان هم آمده بیجه اتدارک سلام برشان برسان علیکم سلام لطیف جان حسین افغان گفته بسیار عالی چیکار نیک هورا جان شیرین و مولوده جان شیرین خداوند شما را و تمام تیمتان جور سرمند داشته باشه و تبریک میگم سالگیری میوند جان نازنگک را به خودش مادر جانش فامیلش هزار ساله شود انشالله انشالله بخیر بازم دهی برنامه تبریکی میتیم به میوند جان سالگیریش همچنان به مادر جانش مسی گفته خیلی احساساتی شدم اشک چشمانم آمد دلم کباب شد به اون کودکی که پدر و مادرش رو از دست داده واقعا ما حال خوشی نداشتیم در حالت نمیتونستیم که خیلی مشکل بود اما اگر ما روحی خود از دست بتیم اطفال که از ما که خورتر است ما که در بزرگی نتونیم طاقت کنیم باز چی میشد دیگه اما اطفال هم جگرخون میشد و خوشی را که داشتن اما خوشی هم اما خنده هم از لبشان دور میشد و اما خاطر خیلی خدا کنترل کردی بازم علی رضا امانیست فکر کنم امانی گریان کردم برای دختر معصومی که گفت مادر پدرم فوت شده ما وضعیت ما بازم میگم وضعیت ما خوب نبود بعد از برنامه واقعا خب وقت پرسان که ما دمون امید ما دیگه گفتم دیگه این سوال نمیکنم که پیسر چیکار میکنی واقعا خودم شرم میدم این سوال کردم و او گفته که میبرم در خوارم میتم گفتم چرا در خوارت میتی در پدر مادر گفتم پدر مادر ما واقعا دوستو هستن کسایی که مثلا پدر مادر از دست دادن یا خواهر کلانش که چندین تارم ما سر خورده ایمت دادم کمک های دست جمعی با آمدین دختر جوانی که می گفت که پدر و مادرم هیچ کس نیست خودش از سه تا برادرکاش خواهرش و اونو سرپرستی میکنه در افغانستان فامیل خدا و خیلی هم وطن های ما هستن که تو در دیده هستن سلینا ام گفته باید نان پنج دانه یا هفت دانه می ساختیم که برای همه نان خشک می رسید سلامت باشین زنده باشین قرار بود که امو رقم کنیم ولی امو کسایی که مثلا پول روان میکنن نگن که اینه قدر نان و یا اینه قدر پوله اینه قدر پول مواد بخرین یا این چیز بخری وقتی که با میگن اینی کار کنین ما به مخاطر ده دانه نان جور کردیم اون تعدادش خیلی وقتی برنامه زیاد تیر شده نمیفهم چقدر بود ما ده دانه در هر پاکن نان گرفته بودیم برای نانبای ایسی که می رفتیم نقاش نانبای میگیم که اینه قدر نان به این اندازه داخل پلاستیک بود ما و لطیف جان که رفتیم به توزیع گوشت و گوسفند به خاطر وقتی که اوجه با تعداد گوشت و نانی که بود گرفتیم بعد از او چند پاکت گوشتی که اضافه میشه باز خیر از دیگه او رو همونتو برای احمدان های نازنین دادیم
باز میدانم پول نفت بود یا نبود نمیفهم. او به خاطر که مهمتانه ما مشخص میسازن ده دانه پنج پنج دانه یا پنج هزار ده هزار پانزده هزار مواد بگیری یا اینقدر اینقدر مقدار پول برای یک هموطن ما بده، ما دیگه از گپشان نمیبریم. همون کار کردیم و اون وقت ده ده تا نان گفت بودن یعنی مقدار پول بگیریم نان، اون مقدار اون مقام آمد. ولی باز گوشت که اضافه کرد دیگه نمیشد. در وقت ما گوشت آورده بودیم و پاکت کرده بود دیگه باز جدا میکرد پنج تا چهار تا نمیشد. ما گفته مولوده جان یک شعر آباد شما. غندی فکر کنم حسینی است. قربان دل پاکتان مولا جان که وقتی یک دختر را گفت پدر مادر ندارم کلا حالت خراب شد و دیگه نمیتونستی حرف بزنی. واقعا خود زیاد کنترل میکردیم در او حالت. هم شرمنده بودم پیش خودم، هم دیگه یه رقم مانده بودم میره که پس چرا قبل جور کنم. خو خیر خو گفتم میرفتم. نمیشه در او حالت. اول خب بعض وقتا آدم کمی گپ پیشتر مولوده جان که روحیه طفل خراب نشه ضعیف نشه به خاطر اینکه خیلی درد و رنج زیاد دیده. ما کوشش میکنیم اگه او هرچند مشکلات خود یادم میکنه چون کدام قلب باشه که به خاطر از اون تحمل کنه. خب بسیار ما سختی تحمل میکنیم در روی از این میاریم که ما مثلا خود به بازیم که والا این تو شد اون تو شد چون در خانه زیاد درد رنج دیده. نمیخوایم که روحی از دیگه خراب شود به مخاطب خیلی سر آدم تاثیر بد میکنه. خداوند درد رنج غم از افغانستان دور بسازد. طفلایی که باید دی سن دو سالی که هستن دی سر کار میکنن بعضیش کار شاقه میکنن کیچ مثلا کرای چیز نمیتونه او افسر باره برده یا کارهای دیگه میکنه شاقه است ولی او باید در اون بازی های طفلانه خود باشه سرگرم عوض که سرگرم مکتب باشه بازی باشه میرن کار میره مرد خانه است میره کار میکنه. خداوند خودش رحم کنه با علی ملت مظلوم. برادر عزیز ما علی اکبر گفته بسیار برنامه زیبا. خدا رو شکر که هورا جان دوباره سلامتی خودش رو به دست آورد. نجیب جان لطیف منظورش است فکر کنم. هورا جان دو جفت زیبا و مقبول. نورگل جان هم مقبول است. سلامت باشن زنده باشن قربانتان تشکر. این میفهمی از کدام برنامه بود؟ اتاق مجردی که ما میماندم میمان ویژه. شاید تو برادرم هم تو شوخی کرده دیگه. نه خیلی کومنت ها رو من میخوانم خیلی تعریف میکنن. نه بابا دیگه او را جان برش اسکرین شارت بگی روان که چقدر مرد تعریف شد بکنن. تلفون ندارم حالا نه باز چند میتیم ما یک کار خود کرد ما هم تلفون ندارم قضاره که گرفتیم از چهار طرف ای از مولوده جان هم نمیدی که تو گوشک داره پیشتر گفتیم خیر است در تلفیر ما کومنت ها رو بخوان برش هیچ وقت هم ندادیم جان نبخشی این رو بگی باید چند تا سکرین شاد رو چقدر نواز این رو پس بگم میگه پارا نزن میگه بازاری یک چیز دیگه یادم آمد در دوران مسیری چند سال پیش یک سنفی محمد گفت در سرای شمالی می آمدم که یک 2000 خیلی یک موتر نو استاد کرده سواری صدا کرده رئیس البته ما بوده نه سواری صدا کرده رئیس گفت رفتم ساعت رفت دادمش گفت چرا؟ گفتم ای فی موتر نکده برو با علم کسی که تیکسی سن همون کسی که غریب کار هستن همون ها کار خدا کنن تازی تاشار می رو باید صدا کرده می که چهار نفر دگه بیا میگه که قم قار کده بود پیسر کشیده که مای چی خو نیستم گدگر نیستم گشنه نیستم گفت نیستی موتر 2000 است یا موتر خوب داری برو تو شخصی برو کار تک هر جک میری برو با نمی چهار تا دیگه کارشان شوه حالا تا من پیسر بی خیر دیگه خیر مفت برامونه مفت برامونه دوستا چند اسکرین شات قرضار است خب حال کلی که مسیح خراب خراب روان نکنه که دوست که اشان نشه باش یک دونه بخوان باش یک دونه ما بخوان بخوان نه خیلی برو بخوان نه بخوان نه بخوان ایره باز جواب خودت باید بودی خب فریده عظیمی گفته خواهر عزیز ما آقای نورگل چرا تا هنوز عروسی نکردیم آه واه اگرچه مردم سمت شمال ما از طفلیت نامزد می باشند و زود عروسی می کند همیشه در اتاق مجردی پوشیده شد البته شوخی خواهر عزیز جواب میسیم؟ نه تو؟ نه نمید من جواب خواهر عزیز اتاق مجردی منظوری است که مثلا ما در کابل در این دفتر تنها زندگی می کنیم مولتیب جان نگه لطیب جان هم فک و فامیل اون طرف هست از ما فک و فامیل اون طرف هست
فرمودی درسته، چون کسایی که شمالی والا میگه او بسیار آردم خورترکی، حتی بعض سابقه که بود اشکم بدل بود بس بس یا فلانی چیکش خانه فلانی چی شده دختر خانه فلانی چی شده پیش از یک بدانوی ها مثلا این رقم میگفتن که اگر تو دختر شد از ما بچه شد با بچه ما بود، اگر از ما دختر شد از خود بچه شد تو بوده؟ نه یا داشقی گرفت؟ نه یه چیز نگرفتن داشق آز خود چی بوده؟ قصه که خوب بارم مام تقریبا سن نه بود تو چی داشقی گرفتی چی نه فامیل میگره میگفت دختر فلانی جوانت بمیره با بچه فلانی بگیریم برگل جان به خواست پدر باز نامزاد گرفته. نامزاد شدی چقدر نامزاد بودی؟ نامزاد شاید یک سال بودیم سن فش بودیم نامزاد چند سال عروسی کردی؟ شونزه شانده سال عروسی کردی؟ نام خدا فکر کنم فکر کنم که شش تا اولاد داری آه نه ایدی شان زیاد کنی کلا شدیده شش تون هستم؟ آف شش تون هستم؟ من فکر کنم هفت تون هستم نه شش تون خب؟ خدا را شکر دیری که هست؟ یا خانوش تو کس استاد قریم بویم دوستایی تیری که داره؟ باش کامنتار بخانه دنیا خواهره ما گفتم نورگل جان گل چند بار در همان نمره واتساپتان مسیج میگذارم که برای مستحقین مقدار پول ارسال کنیم به کدام اسم بعد از تحولات آمدن طالبها اما جواب نمیگیریم لطفا جواب مسیج را در واتساپ بدهید تشکر موفق باشید حتما چرانه خواهر عزیز شما همون نمبر واتساپی که تا ویدیوی مساعدت هست درمو زنگ نزنید به خاطر اینکه زنگ جواب نمیدهد تعداد هموطنان خیلی یک تعداد کسایی که از این دو سه کشور همسایه یا خب فقط مردم آزاری دیگه زنگ بزنن او هم تصویری ولی فلانی کجاست مولوده کجاست هورا کجاست یک کجاست فقط مولوده و هورا یا میپالن با مو... شکر کس پشت ما میگرده ما گفتم اگه گم شم با خدا کس پرسن کنه همتن ایسی واقع پشت ما میگرده باز یعنی فقط نه ما خدا خوش شده او هم تصویری وقتی که اوکی میکنی مرم بکنم میگه تلفن برای فلانی بده این که آزار اذیت میکنن فقط شما مسیج وایس بونن انشالله جواب میدیم یا شاید جوابتان هم گرفته باشین اگر دیگه هم تانیم هم سوال داشتن از همین قبل سوال ها امید است که سوال تان گرفته باشید در نمبر واتساپ ما وایس یا مسیج بونن جواب میدیم در برنامه هم اتاق مجردی دیگه که ما بودم میهمان ویژه در برنامه که گفته او را نباشه نامش گل که آقا چای نخوردیم بس قلبک قلبک یه امیر منظور شما نفهمیدم خب علی برادر ما گفته در برنامه که هورا نباشه نامش گل کو آقا چای نخوردیم بس قلبک قلبک خنده یعنی گفته که هورا در برنامه نباشه یعنی برنامه بیمزه است فرین اما قسم یک چیز گفته تشکر سلامت باشی برادر عزیز علی جان خو ایتو شاید باشنه درخت خم کنو منار بچینو نامش گل کو جوان مجرد تا کی بشینم الان نامش گل کن جوان مجرد بیشم رسیده الان نامش گل کن امیر اثر میکنم نامش گل کن میخوانیم صحیح؟ اقا کومنت خوانده بیخی درد را زیاد شد خواست میگم ما نامش گل کن میگم خواست ما بخورم آه بخاطر ما شیرش سیاد بگی یک جای میخوانیم درخت خم کنم منار بچینم الان نامش گل کن جوان مجرد تا که بیشینم الان نامش گل کو جوان مجرد ریشم رسیده الان نامش گل کو به قول به وفا تا که بیشینم الان نامش گل کو بازی اینه ایان بخواسته که بود؟ علی علی برادر اینه اما نامش گل کو شد به فرمایش اونا خلف شد خلف شد دیگه خود دیگه چند تا بخوان بیگم رو کن چون عبدالخالق گفته هورا جان لطیف جان نورگل جان همیشه سر بلند پیروز باشین برنامه هایتان عالی بود جای محال جان و ناز خالی کریم جان خالی هر جای باشی سعدمند بشی چون در بین اینا یک قلبک داده و یک بیرق و چیزا داده بخاطر همون مکس کده خانم میتونی ببینیم نه مشکل نداره امید فیاض گفته خوشی هایتان بی پایان سلامتیتان یگانه آرزوی ماست نورگل جان لطیف جان و هورا جان تشکر سلامت باشی برادر عزیز و برادر عزیز خب برادر عزیز خودش نبوده
خدا عزیز. سلامت باشه. در یک برنامه دیگه رفتیم ما. برنامه‌ای که ما دو فامیل کمک کردیم با کمک یک زوج موفق از استرالیا. استرالیایی بودن پول لوان. خیلی برام جالب بود برنامه. خیلی. اجا فاطمه فیضی گفت یک چی یک برنامه جالب انسان دوستی تو دنیا هنوز هم زنده است. واقعا. کسایی هستن که خیلی لطیف میگه که استرالیا از افغانستان خیلی دور است. دور از لطیف. این دو کنج دنیا است. از اونجا یک زوج موفق پول روان کرده گفته که برای کسایی که جنگ زده هستن برشان بسید. خداوند خیرشان بخیر باشن. خداوند عمر و طولانی و صحت کامل به زوج جوان بمانند. هیچ پیر نشن. پیره رو چه کنیم؟ جوان بمانند. بخیر. انشالله هر روزی که در دل دارن برآورده بخیر شود. فکر کنم وقت برنامه هم پوره است. بله. دیگه کم کم باید خدافیزی کنیم. همون رو گلجان دلش کنده نمیشه. دیگه دل ما هم کنده نمیشه. نورگل جان همون جای کده کدوم چیز زده خورد داره نمیفهم چی میکنه. نورگل خدافیزی میکنیم. خدافیزی میکنم. خدافز دوستا. خدافز بخیر دوستا. هموطنان عزیز تشکر که تا به حال ما را بیننده بودین. این بود برنامه کامنت خانه شما. خدا کنه که کامنت هایتون را به خانش گرفته باشیم. تا برنامه بعد یا علی. هموطنان عزیز سلامت باشین، زنده باشین که ما را بیننده بودین. این بود برنامه امروز. تا برنامه دیگه خدایا رو نگهدارتان. همیشه گرفتی خدا. خدافز دوستا. بای بای.